سلام خیلی مخلصیم امیدوارم که حالتون خوب باشه افتتاحیه المپیک پاریس برگزار شد هاشی های زیادی داشت بریم در مورد این تصویر صحبت بکنیم لطفا این ویدیو رو لایک کنین سفر هم سابسکرایب بکنین برای دوستانتون هم بفرستین نظری کامنتی چیزی هم هستش زیر همین ویدیو برام هم بنویسید بریم سرسراغ اصل ماجرا دیدیم که افتتاحیه برگزار شد به نظر من یکی از بهترین افتتاحیه ها بود حالا خیلی ها میگن نه افتضاح بود فلان بود چنین و چنان بود اونایی که این حرفا رو میزنن معمولا هنر رو نمیشناسن من خودم خودم رو یک هنرمند هم میدونم حالا خیلی ها به عنوان یک ورزشکار منو میشناسن ولی خب نمیدونن من یا میدونن یا نمیدونن ولی من هنرمند هم هستم یعنی کار فشن میکنم به صورت ای مدل هستم کار لباس کردم فشن دیزاینر بودم و هنر رو کلا باش آشنا هستم هم درسش رو خوندم هم کارش رو انجام دادم ببینین ما در مورد مد اگر بخوایم صحبت بکنیم همیشه و همیشه چهار تا شهر رو نام میبریم یکیش پاریسه یکیش میلانه یکیش نیویورکه و دیگریش پایتخت چیز توکیو پایتخت ژاپن توکیو هستش این چهار تا شهر اصلی ترین شهرهای مد دنیا هستن یعنی اگر چیزی رو ترند بکنن تو این شهرها بخوان ترند بکنن ترند میکنن یعنی میبینی یه دفعه همه دنیا این لباس رو پوشیدن همه دنیا این شکلی اومدن بیرون مو هر جوری که بخوان این کار این میتونن چون قدرت فشنشون زیاده یعنی قدرت فشن اونجوری نیستش که شما بگین آه به من تاثیر نداره نه روی دور ترین روستا هم میتونه تاثیر بذاره فشن اینطوری انقدر قدرتمنده و توی هنر خب سر آمدن ولی اینا این چهار شهر هر کدومشون یه کاری انجام میدن اه به قول معروف دو تا یعنی هر دو تا شهر یه دونه کار انجام میدن ببینید نیویورک نیویورک و پاریس کار چی کار میکنن کار فشن بهش میگن حالا آوانگارد انجام میدن و میلان و توکیو کارهای کلاسیک انجام میدن و میبینین در فشن پاریس وقتی که فشن شو میذارن یا دیزاینرها دیزاینرهایی هستن که اصلا هیچی براشون مهم نیست نه دین براشون مهمه نه اخلاق براشون مهمه نه جنسیت هیچی براشون مهم نیست روی همه چیز کار میکنن روی همه چیز تز میدن کار میکنن و ایده میدن یعنی براشون مهم نیست تو بگی آقا فلان میبینین یعنی سرامده یعنی پاریس توی این مسائل حتی تمام هنرها هنر نقاشی، مد فشن، نمیدونم سینما، تات، رقص و تمام این چیزها سرامده یعنی میاد ایده های جدید میده ایده های جدیدش مثلا میبینی شالی ابدو میاد تصویر پیامبر رو کاریکاتور میده تا قبل از اون هیچ کسی یعنی جرأت نداشته این کار رو بکنه ولی میاد این کار رو میکنه کشتش هم میده ترورش هم میده ولی انجام میده و باکی هم نداره چون این رو مردم فرانسه این رو یاد گرفتن مردم انقلابی هستن بعد از انقلاب کبیر فرانسه این رو یاد گرفتن که پاپس پس نکشن حرفشون رو بزنن حتی به قیمت جونشون و میاد توی افتتاحیه بسیار بسیار زیرکانه ببینین چیزی که موفق باشه در مدیا ببینین وقتی که صحبتش بشه اون, اون چیز موفقه چه بخواین چه نخواین اون چیز موفقه چه نقدش بکنن چه بکوبنش چه باش موافق باشن اون کاری اون حرکتی که انجام شده موفقه تونسته افکار عمومی رو به خودش جلب بکنه و اون هنرمندی که این این قسمت ها فقط این قسمت رو ما میگم در موردش توضیح بدیم این قسمتی که این تصویر رو به قول معروف کار کرده بودن موفقه کارش موفقه چون الان من نوعی دارم در موردش صحبت میکنم تمام روزنامه ها تمام تلویزیون ها دارن در موردش صحبت میکنن پس این کار موفقه حالا چه بد چه خوب این بحث مدیاش ولی بحث حالا یعنی بخوایم هنریش یعنی نگاه بکنیم به بحث هنریش میاد یک تصویری که از ش... به اسم شام آخر اثر لئوناردو داوینچی حالا نمیخوام توضیح بدم در مورد شام آخر فقط این کامنتی هستش که در موردش بخوام بدم این شامی هستش که عرضت ایسا با هواریونش با همون کسی هم که به قول معروف یهودا بوده فکر میکنم ایشون, ایشون رو به کام مرگ کشونده میخورن و میگن من فردا من بعد از این شام یعنی کارم تمومه و من رو میکشن و فلان میکنن و به صلیب میکشن و داستانهای بلش این رو لئونارد داوینچی در یک سومه ای در ایتالیا این رو کشید در قرن پونزه این یک در, قر... در همون موقعی بود که عصر رنسانس لقب گرفته بود و بعد از اون هنرمندها خیلی روی این کار کردن یعنی ایده بهشون داد ایده به خیلی از هنرمندها داد این اه اه اثر هنری لئوناردو داوینچی که خیلی ها کار کردن خیلی ها صحبت کردن در موردش داستان نوشتن افسانه گفتن در مورد این نقاشی و سایر ماجراهاش و میاد از همین ایده میگیره اون هنرمندی که این تصویر رو خلق کرده ایده میگیره میاد چیکار میکنه میاد این تصویر رو خلق میکنه در واقع میاد میگه ببینین من میتونم حتی اون چیزی که حتی برای شما مقدس باشه با فشن بیام توی ذهنتون قلقلکش بدم بیام به سخره بگیرمش هیچ چیزی مقدس نیست هیچ چیزی ارزش این رو نداره که تو انسانیتت رو زیر پا بذاری و این مسائل رو بیای مطرح بکنی بگی, مثلا دین برتر نمیدم عقیده برتر فلان برتر من با کوچکترین حرکت میارمش زیر یعنی فکر کن با کوچکترین حرکت این یکی از سناریوهای این چیز هستش ها حالا اگر بخوایم خیلی ریزبین بشیم راجع به این تصویر تصویری که هنرمندهای فرانسوی در چی میگن افتتاحیه المپیک خلق کردن بسیار بسیار میتونیم بیش ساعتها در موردش صحبت بکنیم این یکی از مسائلی هستش و میاد چی رو نشون میده میگه ببین حتی این رو به صورت زیرکانه میاد به تو نشون میده که ببین من یک دینی دارم که میتونم به بالاترین فردش بیام حرف بزنم به سخره بگیرم نمیدونم مسخره بکنم نمیدونم بخندم نمیدونم نقد بکنم فلان بکنم و هیچ کس با من کاری نداشته باشه و حکومت هم از من دفاع بکنه این خودش یک تبلیغ حتی برای مسیحیت تبلیغ برای مسیحیت که آه ببین این دین مثل تو نیست که بیای مثلا جرأت نداری تو در اسلام میتونی به خدا نقد بکنی ولی به قرآن به حضرت محمد به پیام نمیتونی حق نداری میکشنه درجا میکشنت خب این میاد از این فرصت استفاده میکنه میاد صحبت میکنه میگه آقا ببین دین من چجوریه تو میتونی به همه نقل بکنی دین من دین آرامشه دین من دینیه که بایش با کار نداره هر کسی با هر عقیده میتونه توی این دین من باشه قشنگ میاد یک پیامی رو حتی میده و پیام های دیگه ای که در این هنر هستش که در آینده شاید رمز بشه از این حرکت هوشمندانه ای که این هنرمند در این ماجرا کرد به نظرم یکی از هوشمندانه ترین افتتاحی های المپیک در طول تاریخ بوده مثلا خیلی هوشمندانه فکر می کنم ده سال فکر برده این این حرکت همین حرکت انقدر فکر برده که چجوری اون سناریو رو در بیاری اون آدم اون تصاویر اون اشکال اون افراد حتی افراد چاق نمیدونم اون کسی که نقش مسیح رو بازی میکنه همه رو خیلی زیرکانه میاد پیدا میکنه میذاره در اون تصویر و بازی ازشون میگیره که تمام روزنامه ها تمام تلویزیون ها تمام رسانه دارن در موردش صحبت میکنن حالا مسلمان های ایران دارن میگن حضرت عیسی رو به سخره گرفتن باید بکشیمشون باید فلان کنیم اروپایی ها میگن چه حرکتی که کردن چه فلانی کردن راست افراتی میگه این چه چرتی بود این چه چیزی بود چپ افراتی میگه بابا این مسخره بازی چیه چرا به ادیان فوش میدین یعنی کل آدم های دنیا رو آورده توی بازی خودش این هنرمند ببینید هنر چقدر قوی هستش هنر میتونه چه کارهایی بکنه متاسفانه در کشور ما هنر و هنرمند رو میزنن توی سرش امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشین خیلی میتونم حرف بزنم راجع به این موضوع ولی از وقت از وقتمون چیزه حالا نمیخوام رو سر ببرم در یک موقعیت خیلی خوب میام به صورت کامل در مورد این صحبت میکنم حدود آدم میتونه یک ساعت دو ساعت در موردش صحبت کنه خودم کف کردم خیلی مخلصیم تا ویدیو بعد روز بعد خدا نگهدارتون